سلام، اومدیم با بررسی دو تا فینال اروپایی بزرگی که داشتیم و فینال کنفرانس لیگ و فینال لیگ اروپا با عطای عزیز و بررسی کنیم که چی شد که دو تا فینالیست ایتالیایی تو دو تا جام کمتر مهم اروپایی نسبت به چمپیونز لیگ باختن و این آیتم قبل از بازی اینتر سیتی ضبط میشه. شاید سومیش هم ببازه چند روز آینده. عطا جان چطوری؟ سلام به همه بچه‌ها، امیدوارم که حالشون خوب باشه. حسین، امیدوارم که حالت خوب باشه. من این چیزی که حسین گفت و من پیشبینی کردم، یعنی قبل اون بازی روم و هم صفویه هم میتونه به اینجا شهادت بده اگه بی رو میبینه. من گفتم سه اصله میبازن بدون شک. منتظر کامنت آقا برمان است. آره اگه میبینی برمان جان بیا کامنت بذار تایید کن. آره چک میکنی میبینه یا نه؟ ببینی اگه کامنت نزاش یعنی من آره کامپت نظری رو به من جون بلاکت می و ولی خب بیا با بازی دیگه اروپا شروع کنیم طبیعتا. آره با فینال لیگ اروپا که حالا دومین جام معتبر اروپا حساب میشه شروع کنیم. بریم سراغ مسیری که حالا دو تا تیم اومدن تا فینال. حتی یکم در مورد اون صحبت کنیم. لیگ اروپا که لیگ اروپا جذابی بود، حداقل لحاظ اسمی و تیمایی که اومدن. بارسلونا شما بود که سوم شد تو گروهش، یوونتوس رو داشتیم، آرسنال، یونایتد، سوسیداد، موناکو، لورکوزن، کلی تیم جذاب. و خب مسیری که سویا اومد، اونا پی اس وی آینتوبن رو 3-2 حذف کردن، بعد فنرباخچه رو یا فنرباخچه درستش 2-1 حذف کردن، نیمه نهایی یونایتد تنهاگ رو عجیب غریب پی سانچز پیزخوان غافلگیر کردن به اون هتومت دخیا و مگوئر که من واقعا ازشون شاکیم، و رسیدن به نیمه نهایی با یوونتوس الگری که درگیر بود که امتیاز از همون کم میشه نمیشه با کلی ماجرا که آیتم بررسی فصل یوونتوس هم حتما کلی دربارش صحبت میکنیم با یه سری آدم یوونتوسی تیر. و یوونتوس رو در نهایت ما 3-2 تونستن ببرن با گلی که توی وقت اضافه بکنم لاملا زد به یووه و رسیدن به فینال. و از مثلا روم تونست حتی سالزبورگ و سوسیداد و فاینورد رو حذف کنه و نیمه نهایی مورینیو شاگرد شابی آلونسو رو با یه بازی عجیب غریب که میخواله تا درباره بازی روم لورکوزن هم صحبت کنیم. بازی برگشتش، اون بازی حالا من بازی رفته شو دیدم فقط حسین جان. بازی برگشت رو خودت اما اینگی ده از ده. بازی برگشت رو فقط کسایی که ندیدن 90 دقیقه اتوبوس پارک کرد تیم مورینیو، یعنی از نیمه میزد زیرش. آمارش آمار بارسا سلتیک بود که بارسا هم فقط باخته بود. آره یه 0-0 شیک مورینیو به مورینیو ترین شکل ممکن از جابی آلونسو بنده خدا گره و نشون داد که حالا جابی آلونسو کار داره تا یه مربی تراز اول بشه با اینکه استعدادشو داره. و فینالی که این سم مورینیو رو داشتیم با کلی فینال اروپایی و کلی جام اروپایی، از این سم سویایی رو داشتیم که استاد لیگ اروپا بود و همون شکلی که رئال تو لیگ قهرمانان حس میزبانی و خونگی داره، سویان تو این جام این حس رو داره و یه جدال جذاب بود که حالا یک شد و تو پنالتی بازم مونتیل مثل فینال جام جهانی مثل گل قهرمانی رو بزنه. چه سالی بود برای مونتیل. آره حالا من اولش یه ذره راجع به مسیرشون که گفتی یه ذره راجع به صحبت کنم. مسیر سویا خب طبعا سخت‌تر بود به نسبت روم و اون چیزی هم که گفتی، آره سویا همون جوری که رئال تو چمپیونز لیگ تو لیگ اروپا هم هست، ولی تیپیکالی که طوری که میبره کاملا متفاوته با رئال. توی تمام بازی‌ها مالکیت داشتن، اکثر حملات از سمت سویا بود، مالکیت بازی دست سویا بود، یعنی سلطه داشتن رو بازی برخلاف مثلا پارسال رئال رو خواهم حساب کنیم که قهرمان شدن. سویا کاملا یعنی تو بازی یونایتد چه رفت چه برگشت، البته بازی رفت تو نیمه دوم بازی رفت که با خوششانسی 2-2 شد دیگه. آره دیگه دوتا گل به خودی دیگه خورد تو در دیوار، ولی نیمه دوم خیلی خوب بازی کرد. بازی برگشت که کاملا یونایتد دیگه تو قوطی بود به قولی. نیمه نهایی یوونتوس رو، یوونتوس من خب نمیدونم، یوونتوس بازی رفت آخر با گاتی گل زد دیگه بازی رفتم تو ایتالیا. آره آره بعد میتونست سویا زودتر اون بازی هم کار رو تموم کنه، تو هم بازی رفت تو هم نیمه اول یعنی میتونست کار رو تموم کنه و به اینجوری رسیدن فینال. یعنی یه تیمی بود که اکثرا تو مالکیت تسلط بازی دستش بود و بازی ها رو برد و روی کاغذ هم خب طبیعتا تیمای سختری رو بود. اون برم روم مورینیو تمام بازی ها رو تا
داشت مورینیو تور میبرد، یعنی بیایم مثلا اون فاینورد هم که 4-1 شد مثلا دقیقه 89 فکر کنم دیبالا گل زده گشت، فاینورد که یادآور فینال کنفرانس لیگ سال قبل هم بود و اومده بود انتقام بگیرن هلندیا. آره اومده بودن انتقام بگیرن ولی رکب خوردن و انتقام میگم هم آره و مورینیو تور دیگه اون هم تا فینال اومد و همون لورکوزنی که گفتی علی دیگه نتونست توی فینال اونجوری مورینیو تور فینال هم که تازه جلو افتاد، یعنی انتظار داشتیم بعد از گل کاملا مورینیو تیمش رو عقب بکشه و یه دفعه اتوبوسی بکنه، ولی مانچینی مخالف بود و فکر دیگه ای داشته، رو سانتر خصوص نواز گل مساوی رو زد و پنالتی هم خراب کرد، یعنی هم پاس گل داد هم گل به خودی زد هم پنالتیش رو خراب کرد، شب مانچینی بود به نظر من. آره و مانچینی هری مگوایر شده بود، یه سویا این فصل شانس آورد به قول تو، یعنی چه هری مگوایر چه مانچینی کلا شماره 50 خوب کارو کرد، شانس آوردیم به سرخیو بوسکتس نرسیدن شماره 5 و ببین سویا خیلی صحبت کن. آره دقیقاً سویایی که تا هفته‌های آخر لالیگا شانس سقوط بود یه جورایی و مندلیبار اومد و تیمو نجات داد، درباره سویا حتما صحبت بکن که چی شد واقعا. زیاد تو لایو در مورد سویا صحبت کردیم که دفاع وسطشون رو رفتن جدا شدن، اما حالا یکم موشکافانه تر برسیم. ببین سویا حالا راجع مربیشون بخوام شروع کنم، مندلیوار این مربیه که خیلی تو سطح اسپانیا مربی معمولی محسوب میشد قبل دستاوردی که داشت، یعنی مربی بود که حالا اون تیم تو خطر سقوط بود میرفت میگرفت اونا رو، حالا برمیداشت سقوط نکنن، اون تیم مثلا یه قدمی سهمیه بود میرفت میگرفتشون، مثلا کنم داشتیم حالا یه تیم بود یادم نمیاد واقعا، ولی سهمیه لیگ اروپا گرفت واسهشون و مربیه که تو بزنگاها تیم رو میسپرن دستش، یه چه شبیه روی هاجسون که اومد کریستال پالاس رو گرفت و مربی بود که خیلی دیده نمیشد، یعنی یه مربیه که تاکتیکش و سبکش کاملا متفاوته با تیپیکال مربیای اسپانیایی که حالا بیا رو زمین بازی کنیم حالا بیا پاسای کوتاه بدیم، فوتبال ساده ای تیمش بازی میکنه، ببر گوشه بکش زیرش، دقیقا همین جوری، یعنی نصیری همون جلو دارن همون جوری که گل زدن تو فینال. آره تو فینال همون تو به یوونتوس هم فکر کنم همون جوری گل زدن و کلا مربی که فوتبال رو ساده میبینه، یعنی پدرانه رفتار میکنه با بازیکناش، لازم تنها راهی که بتونه سویا رو هم برگردونه از اون سقوط و اون وضعیت بدی که داشتن این بود که یه مربی تکنیکی نمیخواستن، یه کسی میخواستن که بیاد مجموعه رو مدیریت کنه و مندلیوار به نظرم یه همچین آدمیه، خیلی خیلی خوشحال شدم که تونست روی همچین دستاوردی برسه، مربی که نرسید به اون جایگاهی که واقعا باید میرسید و سویا این فصل تا یه مقطعی افتضاح بودن، یعنی از اول فصل تا قبل هم که مندلیوار بگیرتشون، یعنی اومد لوپتگی اخراج شد، حالا لوپتگی رفت سمپاولی اومد، سمپاولی که نمیدونم مثلا به چه هدفی سویا این بشر رو انتخاب کرد. حالا آیتم بررسی فصل سریا و روم هم جدا جدا حتما داریم که اونجا خیلی ریستر میگیم که چرا اخراج شد چی شد واقعا، اونجا کاملتر صحبتشو میکنیم. آره ولی در کل حالا یه نعمت الهی بود این مندلیوار سر سویا، انقدر عوض کردن شیفت کردن که بالاخره به اون آدم اصلیه رسیدن که بعد لوپتگی میرسیدن به نظرم و فصل موفقی بود واسه شون برخلاف چیزی که فکر میکردیم، یعنی هم قهرمان لیگ اروپا شدن سهمیه چمپیونز لیگ هم که گرفتن و به نظر اصلا انگار بعدن که ما بیان برگردیم نگاه کنیم مثلا انگار نه انگار این فصل مثلا سویا 12 ام شده، میگه اینا خب که قهرمان که شدن سهمیه چمپیونز لیگ هم که گرفتن دیگه چه فرقی داره 12 ام شدن مثلا، و این به نظر میاد پوال مثبت دو فصلی که اکثر بازیکناشون از دست دادن تونستن هم قهرمانی بیارن هم سهمیه بگیرن. حالا پرونده فینال اروپا رو ببندیم، ما حتما آیتم بررسی فصلی روم و سویا هم جدا داریم با عطا و مهمونایی که حالا بتونن به جمع راجب خود بازی هم زیر صحبت کنیم، هنده به نظرت پنالتی نبود اون توپی که به دست روز کنه سویا؟ من به نظرم اول پنالتی
سویا رو داور نگیره، فلان آنتونی تیلور داوری خیلی بدی هم داشت، خوب شد اشاره کردی بهش. فکر کنم اوکامپوس بود اونجا که پنالتی گرفت، رفت وی ای آر پنالتی رو برگردون. اون پنالتی بود به نظرم، هندم پنالتی بود، یعنی جفتش پنالتی بود و جفتش رو نگرفت دیگه، یعنی گر به گر شدن توی اشتباهات داوری. من به نظرم اوکامپوس ولی... اشتباه کرد اون صحنه تا داور بیشتر، چون پارو که زد قطعا پارو زد، ولی اوکامپوس انقدر خودشو یعنی برخورده داشت، نمیگم برخورد نداشت، اونقدر برخوردم تو محبت پنالتیه، ولی انقدر خودشو بد انداخت و به جهت اشتباه خودشو انداخت، من نظرم تو وی ای آر رو نگاه کنه داور چندین بار نگاه کنه مشخص پنالتی نمیگیره، یعنی اونجوری که تو خودتو میندازی با اون شدت ضربه کمی که وارد شده، من نظرم اشتباه اوکامپوس. کلا آنتونی تیلور گلر میام کله آنتونی تیلور داور پرهاشیه ایه، یعنی تصمیماتش مثل متو لاوزی که تو لیگ شمال اون تصمیمات هاشیه رو میگرفت، داور پرهاشیه ایه و خب یه بار اروپایی های غیر از اونایی که پریمیر لیگ میبینن تجربه کردن داوری استاد رو. اشتباهی گفتم گلر چون ذهنم رفت سمت یاسین بونو که چند تا سیو خیلی خوب داشت و تفاوت رو رقم زد که نذاش روم توی 120 دقیقه بازی رو ببره، بازی و پنالتی که شون تو پنالتی هم لایو ریاکشنش یاد بشه گفتیم اون پنالتی اولی که روم گرفت به دستش خورد، بعد خورد به تیرک. بونو هم حالا قطعا آیتم بررسی فصل سویا بیشتر راجعش صحبت میکنیم که چه سال فوق العاده ای داشت مثل مونتیه. آره. تا اینجا اومدیم اشاره کنیم که درست بعد از فصلی که حالا مارادونا فوت شد هم بارسا قهرمان لیگ شد، هم سویا قهرمان شد، آرژانتین قهرمان شد، ناپولی قهرمان شد و همه تیمایی که استاد بازی کرده بود توی اروپا و تیم ملیش قهرمان شدن، یه جام آوردن. از این لحاظ من دوست داشتم سویا قهرمان بشه، خب سویا هم قهرمان شد. حالا راجب روم هم حالا میدونم ببخشید میدونم دوست نداری برسان کنفرانسلی، من یه چیزی دارم علاقه قلبی به لیگ اروپا دارم بخاطر جاوی. قبل لیگ میگفتی اول بریم بیشتر در مورد فینال کنفرانس لیگ صحبت کنیم، آخه راجب روم صحبت نکردیم، مثلا راجب روم هم یه ذره صحبت کنیم. مثلا به نظر تو روم مورینیو اشتباه نکرد که هم توی فینال به نظرم روی اشتباهی رو در پیش گرفت، یعنی اون گل بعد گلی که خوردن اونجوری که باید نیومدن عقب نشه، یعنی اونجوری که باید مورینیو انتظار داریم نشستن عقب و کلا رویه هم که تو لیگ در پیش گرفتن دیگه، یعنی اینو وابسته کرده به لیگ اروپا، لیگ اروپا رو اونجوری از دست. در کل حالا این فصل اروپا رو خیلی مختصر تو هم بگو اینجا موفق می‌بینی یا نه با مورینیو؟ آره فصلش حالا تو اروپا اینجا خیلی کتابت میگم، چون گفتم آیتم بررسی فصلی داریم که اونجا مفصل نمره میدیم و صحبت میکنیم در باره تیما. من به نظر مورینیو نه، فصل موفقی برای روم نبود و خیلی روی منیتش روی ایگوش حساب کرده بود و خیلی با اعتماد به نفس زیادی وارد فینال شد. به قول تو از هفته ها قبل لیگ رو بیخیال شد که ما میریم قهرمان لیگ اروپا میشیم، تیم سیدیه که چمپیونز لیگ میشیم، ولی نه آقای مورینیو این سال 2017 نبود که با یونایتد این استراتژی رو پیاده کردی و سویا هم در حد اون آژاکس پیتر بوش خام و نپخته نبود که درگیر تاکتیک های دفاعی بشه، اومدن و بازی مساوی کردن، تو پنالتی هم که دیگه 50-50 بازی بردن. بریم دیگه سراغ فینال کنفرانس لیگ. بریم دیگه بریم سراغ کنفرانس لیگ. بگو نه برو بود فینال کنفرانس لیگ که حالا از سال پیش اولین دورش بود و همین روم با مورینیو قهرمان شد، جامی بود که امسال به نظرم جدی‌تر گرفته شد، سالهای بعد جدی‌تر از این گرفته میشه و تیم‌ها جدی‌تر واردش میشن، مخصوصا چون یه تیم انگلیسی قهرمان شد و میدونیم که مدیا و فضای رسانه‌ای انگلیس قطعا روی این جام خیلی خوب تمرکز میکنه و وست هم سومین تیم لندنی شد که جام اروپایی داره بعد از چلسی و آرسنال. چلسی و تاتنهام. آرسنال عزیز وست هم جام اروپایی گرفت، دست به جمهوری. تاتنهام جام اروپایی لیگ اروپا یه جام درجه چیزی داره دقیقش نمیدونم. وست هم خب مسیری که داشت اونا خنتو بردن و توی نیمه نهایی هم آزاد آلکمار رو تونستن به راحتی شکست بدن، ولی اول فیورنتینا بعد از
براگا و سیواس اسپور و لخ بوزنام رو فکر کنم حریفشون قبل از بازل، بازل رو تو نیمه نهایی به سختی شکست دادن، رسیدن فینال. فیورنتینایی که فینال کوپا ایتالیا رو هم باخت چند روز قبلش به اینتر 2-1، این فینال هم 2-1 باخت، دوتا فینال و وینچنزو ایتالیانو 2-1 باخت پشت سر هم. فیورنتینا و وستهم آیتم فصلی جدا داریم براشون، ولی خب اینجا قطعا فینال رو به طور مشخص بهتر بررسی میکنیم. بازی جزا تیم‌ها رو ما رو داری میاره تو موقعیت، همه تیم‌های لیگا رو داری قول دیگه، حداقل 4 تا تیمی که فینال اروپایی رسیدن بررسی کنیم. فیورنتینا که فینال کوپا ایتالیا هم گفتم اومد، و به نظرم ولی بیشتر رو خود فینال صحبت کنیم که از قبلش بازی توی پراگ بود، پراگی که حالا خب سوفیان سوفال یا کوفال هر تلفظی هست و توماس سوچک از تیم جمهوری چک توی پراگ، خب توی اسلاویا پراگ بکنم بازی میکردن و با اون شرایط و جب آشنا بودن، کلی درگیری داشتن هولیگان ها و یا تم تیفو های فیورنتینا و وستهم، یه عادیه بین ایتالیا و انگلیسی یا آلمانی ها بودن، یه دفعی هم اونها انجام میدادن. ولی به خود بازی که برسیم، حتی برای من بازی جذابی بود، خیلی کوتاه بگم بازی قشنگی از لیگ اروپا جذاب تر بود از فینالش. اصلا جدا از اون، این میزان بازی مستقیمی که تیم‌ها با هم می‌کردن، این میزان پاس بلندی که می‌دادن شبیه فوتبال‌های دهه‌های پیش بود و قشنگ کیفیت سطحشون مشخص بود. حالا ما فردا شب این موقع فکر کنم یه تموم شده بازی اینتر سیتی، قشنگ آره. با این بازی مقایسه کیفیتش رو می‌بینید که چقدر آره که چقدر توی بازی اینتر سیتی ما انتظار داریم توپ رو زمین به چرخه، بازی حساب کتاب شده تر باشه، ولی اینجا قشنگ معلوم بود تیمایی درجه 3 یا درجه 2 اروپایی دارن با هم بازی میکنن از دو تا کشور مختلف، دو تا سبک مختلف که خیلی بازی مستقیمی انجام میدن. یعنی بیراگی از این ور به زیر توپ میزد برای یوویچ، اون ور امرسون زیر توپ میزد برای میشل آنتونیو جلو، و فوتبالشون هم اتفاقا هر وقت زمین میومد فوتبال با کیفیتی بود. یعنی اونا پاکتا و بنرهما و رایس و گرت بوون رو داشتن، این ور بوناونتورا، آمرابات، ستاره جام جهانی، گونزالس، وینگر فوق‌العاده آرژانتینی، ولی عجیب بود که اصرار داشتن بازی مستقیم روی هوا بکنن. ببین حالا صحبت کنیم، ایتالیانو یه مربی که به نظرم مربی فینالا نیست، به نظر خودم حالا تو این دوتا فینالی که ازش دیدم، چون مربی که اصلا استراتژی تدافعی نداره، یعنی مربی که کاملا سیستم تهاجمیه، بازی هجومی داره، و مثلا سر گل دوم به سمت بر ببین دیگه خط دفاعی کجاست، یعنی پاکتا چقدر آزاد واقعا میاد اونجا پاس بیرون دقیقه رو آره من دقیقه رو نداشتم عطا، و وقتی گل زده شد دقیقه رو چک کردم دیدم دقیقه 90 شما چه دفاعاتون اونجا بودن و یه گل عقبید که اینجوری دارید بالا بازی میکنید، واقعا عجیب بود. و با دو تا مدافع داشتن وسط زمین، تقریبا خط دفاعشون تو وسط زمین اومده بود بالا، و ایتالیانو به نظرم مربی خیلی خوبی، یعنی مربیه که شاید خارج از اون کانتکس فوتبال ایتالیا باشه و کلن تیمی که ساخته از فیورنتینا توی دوتا فینالاش، ولی تا الان چیزی که من دیدم اینه که مربیه که جام به بر نیست به نظر من، تو یا حداقل تو مقاطع حساس ممکنه که استراتژی درست نداشته باشه، حالا تو لیگ شاید بحث دیگه باشه، ممکنه بره توی تیم بزرگتر لیگو ببره، ولی همچنان به نظرم مربی نیست که بتونه فینالا رو ببره تا الان. ولی اون طرف خب دیوید مویس مربی که به نظرم بنده خدا خیلی بهش انتقاد میشد و این فصل هم البته عملکرد خوبی نداشت، یعنی با فصل پیش هفتم شدن و 2 امتیاز با یونایتدی که سهمیه لیگ اروپا گرفت فاصله داشتن، ولی خب این فصل شانس سقوط بودن تا یه جایی از فاست و به قول تو از این اخراج بشه دیوید مویس. آره ولی دیوید مویس تو این بازی خیلی به نظرم روند خوبی رو تونست، یه تاکتیک درستی حساب شده واقعا بازی کنه به نظرم دیوید مویس. مورینیو تور تونست فینالو ببره در سالی که مورینیو خودش نتونست مورینیو تور جامو ببره، جواد خیابان، و ولی دیوید مویس با بازی حساب شده توی فضاها تونسته بود بازی رو ببره وسط زمین، 32% مالکیت توپ داشتن. آره و تونسته بود اون نقاطی که فیورنتینا مخصوصا سوفیان آمرابات، بازی سازی سوفیان آمرابات رو تونسته بود خیلی خوب تخریب کنه، یعنی سوفیان آمرابات ها دیدی بازم پاسه بلند خوبی داد. آره بازم سر گل پاسه شد بلندی که داد و
آره پشت سر امرسون دوباره یه آفساید اشتباه امرسون گرفت و چه گلی زد بوناونتورا. بوناونتورایی که حالا پسر آلگری هم بهش میگن، از راست آلگری دنبالش بود که بگیرتش. ولی حتی یه چیزی در فیورنتینا من میخوام بگم که اونا تو طول مسیر برای رسیدن به فینال بازیکن‌های مختلفی استفاده کردن، ولی توی فینال اون فیورنتینا همیشگی توی حمله نبودن. یعنی آرتور کابرال حالا دقیقه 46 به جای یوویچ اومد، ولی اومدن ساپونارا به نظرم تعویض جالبی نبود. ساپونارا، ریکاردو ساپونارا سنی هم ازش گذشته، خیلی با تجربه است، ولی برای همون دیگه ایتالیا این به درد می‌خورد. یعنی مثلا جاناتان ایکونه، وینگری که حالا تو لیل بود، قهرمان فرانسه شده، چمپیونز لیگ جلوی چلسی بازی کرده، خیلی بازیکن با تجربه تری بود که بیار از اون بر با بیراگی به سوفال فشار بیارن، ولی این اتفاق نیفتاد. از اون آنتونی باراک هم دقیقه 90 دیگه اومد، دیر شده بود. یوسی بریکالو رو نیوردن و بنظرم میتونست بهتر از این تعویض کنه حداقل ایتالیانو. اونورم که خب حالا ماکس کورنه و لانزینی و کرسول و دنی اینگز رو نیمکت بودن و نیومدن و تیلو کلر رو بنده خودم که تا اومد نظیر پنالتی بده. آره و خب این حرفی که تو زدی الان در راستای این چیزی بود که من گفتم که به نظرم والا من شنیدم الان لینک شده ایتالیانو به هم یووه لینک شده، هم ناپولی لینک شده و احتمال زیاد پس بعد نیست توی فیورنتینا و خیلی زوده به نظرم واسه ایتالیانو. یعنی حداقل من به نظرم دو فصل زیاد میمون، چون این تعویضایی که تو گفتی نشون از بی تجربگی و اون استرسی که تو اون شرایط داشت نشون میده. و حالا از ایتالیانو بخوام خارج بشیم راجع به فینال بیشتر صحبت کنیم، بازی بود که من حقیقتا غافلگیر شدم. یعنی من فکر نمی‌کردم وستهم انقدر بتونه با سیاست بازی کنه، مخصوصا وستهمی که تو طول این فصل من دیده بودم. و دیوید مویس که می‌خواست که قهرمان شه دیگه، بالاخره به نظرم می‌خواست یه چیزی رو بگیره که بگه آقا بس کنید دیگه، منم انقدر هم مربی بدی نیستم که انقدر ما رو میم کردید و انقدر ما رو مسخره می‌کنید و یونایتد انقدر به ما فوش میدن. بله دیوید مویس واقعا مویس هرچیه، دیوید هم واقعا لیاقت یک جامو داشت بعد از اون کار فوق‌العاده‌ای که تو اورتون کرده بود، بعد به قول تو یونایتد و تو همین وست هم این سهمیه که سال قبل گرفت. یه چیز عجیب دیگه برای ترکیب فیورنتینا تو فینال، من همش داشتم دنبال کاستروویلی میگشتم، یعنی گایتانو کاستروویلی من همش تو زمین داشتم دنبالش میگشتم، شماره 10ش مدافع خبر نه هافکشون، هافک گلزنشون کاستروویلی، خبری ازش نبود، رو نیمکت هم نبود، تو لیست محروم مصدوم هم که من چند جا رو چک کردم کاستروویلی نبود به عنوان شماره 10 تیم. نمیدونم یه آگهی گم شده چیزی بکنم براش چاپ کنیم. کاستروویلی که خیلی هم خوب امسال گل میزد، به تیم کمک میکرد، ولی خب خط هافک جذابی بدون کاستروویلی هم این بازی داشتن. ماندرا گورا، کسی که حالا اگر نمیدونید سالها کاپیتان جوانان و نوجوانان یوونتوس بود، از آکادمی یووه بالا اومده بود، یووه دارش به فیورنتینا فرصت پیدا نکرد تو خود یووه بازی کنه و آمرابات که توی جام جهانی فوق العاده ای داشت، بوناونتورا با کلی تجربه، تیم دوست داشتنی بود واقعا فیورنتینا و سام همینطور. ولی خب به قول تو تجربه دیوید مویس به وینچنزو ایتالیانو چربید و حماقت بزرگی بود واقعا اونجوری که خط دفاعی فیورنتینا بالا بود بعد از اینکه یک یک شد بازی. یعنی باشه گل مساوی زدید، برگردید عقب هم بازی عادیتون رو انجام بدید. اسکاماکا هم بر محروم، میگم محروم، مصدوم بود برای وستهم. حالا باید ببینیم آنتونیو که احتمال زیاد فصل بعد نیست تو وستهم، اسکاماکا میتونه همون عمل کرده که توی ایتالیا داشت رو تکرار کنه برای وستهم یا نه. آیتم فصلی هم داریم برای دوتا تیم. حتی نکته آخر، من فقط یه ذره میخواستم راجع به اتفاقی که توی بیراقی بود فکر کنم رفته بود کورنر بزنه، بنده خدا رو زدن. بله بله، کریستیان بیراقی آره. سرش شکست. یعنی واقعا چی داشتن میزدن که سرش خون اومد؟ تو فهمیدی؟ نمیدونم، نه من متوجه شدم چی زدن، ولی همچین اتفاقی همین فصل تو بازی فاینورد آژاکس داشتیم که دیوی کلاسن پشت سرش چیزی پرت کردن، اونم سرش شکافت و باز شده خون اومد، که اونجا داور توپ رو برداشت و تهدید کرد که من میرم و اینجوری بود که آره دیگه چون میتونن داور رو مدیریتی بود. آره نمیدونم اعضای مدیریتی فاینورد بود و یک کس دیگه بود، میکروفون رو برداشت و هواداره اون سمت گفت بشین سر جاتون، بچه بازی در نیارید و اینا ما سه هیچ بازنده میشیم. کلوم بازی هم فکرم 2-1 باختن.
آره آخه ببینیم هست دیگه، یعنی وقتی هواداره یه تیم کار رو بکنن میتونه بازی سهیش بشه، داور این اختیار داره. و این احمق بودن هواداران وست هم ساکن در اون ورزشگاه رو نشون میده که وقتی آقا توی فینال همچین بازی نباید این کار رو بکنی. یعنی بابا دیگه گذشت جدا از زشت بودنش. آره زشت بودنش تحریک هم میکرد تیم حریف رو اصلا تحریک کردن به کنار. آقا این ممکنه یه کار قانونی بکنن شما جام از دست بدید، یعنی به فکر به چه هدفی مثلا میزنی تو سر اون که چی بشه مثلا، نمیدونم خیلی کار زشتی روی زشت هولیگانه انگلیسی بود دیگه. این نشون میداد هنوز همون خوی وحشیانه رو درونشون دارن جدا از تو اینایی که به خیلی عوض کنه میکن. من امیدوارم دیگه این جور هوادارا تو ورزشگاه راه ندن، یعنی شناسایی بشن واقعا. و چون امسال خیلی از این اتفاقا دیدیم، یعنی حالا تو بازی رئال با والنسیا، نمیدونم این بازی همین بازی که خودت گفتی رئال اتلتیکو اصلا... قرار دعوا گذاشته بودن لیدرهای دو تا تیم قبل بازی، عجیب غریب اصلا... یعنی اتفاقاتی که بازی بود ناپولی میلان بود یا ناپولی فرانکفورت قبل بازی اینجوری دعوا شد. فرانکفورت خود شهر ناپولی شهر رو ناهم کرده بودن برای ناپلیا. اونا که بابا تو بارسلون هم تو ناپولی اینا میرن بیرون، من نمیدونم چیکار میرن تصرف میکنن شهر رو. میگم برای یه سامورایی همه جا ژاپونه، برای فرانکفورت همه جا فرانکفورته واقعا. آره واقعا روی زشت فوتبال امسال دیدیم علاوه بر هواداری خیلی نکات زشت و بدی داشت که الان زیاد بهش اشاره نمیکنیم و درست میگی واقعا. ولی در کل حسین به نظرم سطح این بازی ها سال به سال داره میره بالاتر. این تو با فینال لیگ کنفرانس پارسال مقایسه کنی خیلی بازی جذاب‌تر بود، یعنی فکر کنم یکیش رومه، البته اون تاثیرات مورینیو البته، ولی خب نسبت اون بازی که یکیش روم فاینورد برد بازی خیلی بازی بهتری بود. و یه کنفرانس هم به قول تو احتمالاً در سال آینده رقابتی میشه که تیمایی مثل استون ویلا و نمیدونم اوساسونا و اینجور تیما خیلی استون ویلا با امری فصل بعد تو کنفرانس لی از الان میشه پیش بینی کرد که تا فینال ادعاییه. اونا امری میاد دیگه یه کنفرانس هم فتح کنه دیگه میاد اونم بزنه بعدم که خوری. مستقیم سهمیه لیگ اروپا میگیرن اینم بگیم که میره اونجا قهرمان میشه بک تو بک قهرمان میشه. وست هم سهمیه لیگ اروپا گرفت دیوید مویس و ببینیم چیکار میکنه. بعد واسه میدونی استراتژیش چیه؟ یه کنفرانس میگیره میره لیگ اروپا، لیگ اروپا میگیره میره چمپیونز لیگ، چمپیونز لیگ سوم میشه میاد لیگ اروپا. دوباره لیگ اروپا. برای وستام حالا سال بعد مدعی هست توی لیگ اروپا، لیگ اروپایی که صحبتی هم ازش بکنیم که لیورپول و برایتون هم فصل بعد داره اون تیمای انگلیسی. آره بخوام لیورپول و برایتون از انگلیس هستن، توی اسپانیا فکر کنم بتیس و ویارال توی ایتالیا فکر یوونتوس نه یوونتوس طرف آتالانتا و رومو دارن و لیگ جذابیه. پس بعد حالا بعد تیمای سوم رومو دارن که آره شاید ما نمیریم تیمای سوم جزو تیمای سوم ما دیگه نمیریم، ولی ممکنه ما هم بیام دوباره نمیدونم. دقیقاً یوونتوسی که گفتی داشت میرفت لیگ اروپا که دقیقه آخر دیبالا گل زد، یووه رفت کنفرانس لیگ و او یوونتوس سال بعد کنفرانس لیگ داریم. واقعا جام عجیب غریبی میشه پس بعد. مرسی دیتا این نکته نیست که بریم برای خدافظی. دمتون گرم بچه ها، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. اینو من نمیدونم قبل فینال چمپیونز لیگ آپلود میکنم یا بعد، احتمالاً بعدش. و بهمن جان کامنت رو بذار اگه داری میبینی. بچه ها دمتون گرم، حسین دمت گرم، خدافظ.